برنامه اسفنج برای آدم بزرگ طراحی شده. این برنامه جای روانکاوی رو نمیگیره و بیشتر یک گپ دوستان است. در صورت نیاز به مشورت پزشکی حتما با روانپزشک تماس بگیرید. مراقب خودتون باشین. سلام برسونید. همیشه بدون استثناء بعد شما اول نگاه کنید. سلام، به برنامه اسفنج خوش اومدید. امشب تلفن‌های خیلی 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 جالبی داریم. آخر برنامه هم یه مهمون داریم، عرفان پایدار که یکی از رپرهای محبوب ایرانه. و یادتون نره همه دوستان فارسی زبان هر جای دنیا که هستین، اگه مشکلی، نگرانی، دلواپسی دارین، رازی تو دلتون گیر کرده و یا اگه موضوعی است که خجالت می‌کشید در موردش صحبت کنید، بدونید که ما امید و آتش و من برای شما اینجا هستیم تا با هم مسائل غیر محبوب رو باز کنیم و درباره‌شون صحبت بکنیم. در ضمن برای شرکت در برنامه میتونیم به صورت ناشناس یا شناس سوالتون رو در یک پیام صوتی کوتاه در تلفن 201-202-6894-076 تو سیگنال واتساپ و تلگرام پیام بفرستین. ما همه رو چک میکنیم و برای شرکت در برنامه های آینده باتون تماس میگیریم. منم طبق معمول دومی مهمترین آدم کره زمین سامان اربابی هم در کنارم، امید ایروانی پور، مهندس و فعال حقوق برابر جامعه LGBTQ+. کنار امیدم همه دیگه میدونن آتیش روانکاو و مشاور محبوب برنامه اسفنج. بچه سلام. به نمیدونم اپیزود چندم میشین؟ زیاد. زیاده دیگه، مهم نیست نمره ها رو بگیم. قبل از برنامه داشتیم یه کوچولو حرف از بچگیامون یا جوونیامون میزدیم. خیلی وقت گذشته. نه خیلی وقت. ولی تون میگذره. خیلی تون میگذره. بعد جالب بود برام چون هر کدوم ما توی یه سن و یه دهه خاصی اومدیم آمریکا. من اواسط سالهای 80 میلادی اومدم، 12 سالم بود. یعنی قبلش که ایران بودم زمان جنگ بود، خیلی تجربه تلخ و بدی داشتم و مدرسه مثلا هر روز انگار داریم میریم مثلا زندان. واقعا اینجا که اومدم باورم نمیشد بچه‌ای شدم که هر روز صبح میخواستم برم مدرسه، چون امکانات مدرسه انقدر زیاد بود. اما اقسام ورزش‌ها رو می‌کردیم. من که مثلا انگلیسی هم بلد نبودم، خب بچه‌های خارجی زیاد تو مدرسه هم بودن، با اونا اول دوست شدم. ولی رفتن مدرسه برای من انگار مثلا زنگ تفریح بود از اول تا آخرش. تابستون‌ها وقت دیپرس می‌شدم. تو دهه میلادی 90 میلادی اومدی؟ آره، در سن یعنی 19 راهنمایی و دبیرستان و دبستان و ایران بودم. فقط برای دانشگاه. دانشگاه اومدی؟ شروع کردم. چطور آره. بود؟ دبیرستان و قبل و بعد وحشتناک. اصلا معلم ها اصلا فکر اینو نداشتن که واقعا یه فضای یادگیری ایجاد کنن برای بچه ها. همش ترس، لرز، نمیدونم چیزایی که به دردمون نمیخواد بهمون یادمون میدادن، چیزایی که میخواستیم یاد بگیریم بد بود، نباید اونا رو یاد میگرفتیم. مثلا وقتی تینیجر بودم مثلا میخواستیم در مورد سکس و اینا بدونیم، هیچ کی با ما حرف نمیزد. بعد میگفتیم برای ازدواج میخوایم این سوالا رو بکنیم. بعد به ذره ذره جواب میدن، ولی جوابایی میدادن که اصلا با علم هیچ کاری نداشت. آره. بعد تنبیهایی که میکردن بچه ها رو میزدن. اسم خانمه چی بود؟ خانم روشناس. هنوز من مثلا بعضی شبا خواب وحشتناک میبینم. ناظم آقای نامی بود، خل بود، یعنی آقای نامی. نامی قشنگ الان یعنی بعد زندان میرفت اینجوری که بچه زنده است. امیدوارم نباشه، ولی اگه هستش آقای نامی خلاصه آدم خیلی مزخرفی بودی. بچه ها رو به قصد کشت میزد. آره، خانم روشناس هم همینطور بود، کاملا مریض. بعد بهش اجازه داده بودن توی مدرسه کار کنه با بچه های دبستان. آره، با بچه های دبستان. یعنی نمیدونم تو چه سالی؟ من 2011 اومدم. من لیسانسم هم ایران گرفتم. 23 سالم بود وقتی اومدم. فوق لیسانسم اینجا گرفتم. منم از مدرسه متنفر بودم، چون همش مثل سربازخونه بود. هفته صبح بعد میرفتی، بعد فشار اون بود. مثلا راهنمایی مثلا خیلی هم مذهبی بودن. چه میدونم اگه ساعت ناهار و نمازتو نمیخوندی تنبیه میشدی. آره. فرداش چه میدونم اگه صبح برای زیارت عاشورا نمیرفتی تنبیه میشد. همش تنبیه بود، همش ترس بود. ما یه مدیر داشتیم دبستان، خانم علی بود، فامیلش علی بود. خانم علی خانم بود. آره. خانمم بود. یه جاسویشی داشت، یادم قشنگ این جاسویشی تبلیغ باتری هم بود، مثل چیزای صفر بود. اونو میگرفت دستش، سر صف بچه‌ها که میرفتن با اونجوری میزد تو سر بچه‌ها. من نمیدونم واقعا این زن چی تو عقلش. الان نمیدونم چقدر تغییر کرده باشه، ولی قشنگ 180 درجه مخالف
چیزای اخلاقی و قانونای بچه بزرگ شد بزرگ کردن درس دادن جلوشون وای میسه، یعنی هنوز سیستم آموزشی، بازم در مورد سیستم پزشکی هم همین رو گفتیم، بازم منظورم نیستش که همه فرهنگی ها معلم ها آدم های عقده‌ای و بد و فلانه، ولی سیستم یه جوریه سیستمش مهمه. که سیستم خرابه و اونایی که قدرت دارن توی سیستم وصلن به این سیستم، کلن سیستم خرابه. ولی الان پدر مادرها به خاطر اینکه مثلا هم نسلی های من هم که الان بچه هاشون دارن میرن دبستان، اوائل انقلاب هم چیز بود دیگه، چون انقلاب شده بود اون موقعی که من بودم، هر چی بسیجی و سپاهی و اینا بود انداخته بودن تو مدرسه ها رو اسمار کردن شهید این شهید اون شهید اون، بعد تمام ناظم مدیرها آدم های چیز بودن، معلم های خوب بود توشون، ولی کلاس های قرآن و دینی و اون معلم هم بعضی هاشون من اصلا نمیدونستم باهوشم، هیچ کس بهم نگفته بود باهوشم، من همش احساس میکردم که اصلا مغزم کار نمیکنه. تا اومدم آمریکا مثلا بعد از 6 ماه شروع کردم انگلیسی خوب حرف زدن، نمیدونم یاد معلم‌ها بهم گفتن چقدر تو باهوشی، من هی نگاه میکردم پشتم اینم با کی دارن حرف میزنن، بهم گفتن نه با تو داریم حرف میزنیم، مثلا باورم نمیشد، یعنی اینو نمیدونستم تا اومدم اینجا. بچه‌ها رو میکشن میکشن، هیچ به جایی که بعد رشد بکنیم رشد نمیکنه. حالا که سشن تراپی خودمون رو داشتیم بریم به تلفن اولمون مازیار رو خط داری. مازیار جان مرسی که زنگ زدی، صدا تو میشنویم، امیدوارم تو هم الان دلت واسه ما خیلی نسوزه، ولی این اتفاقات سر ما هم اومده بود یه زمانی. سلام، وقتتون بخیر. وقت تو بخیر مازیار، مرسی که زنگ زدی. امید و آتش هم اینجان، سلام، برو تو قضیه. سلام به همه دوستان عزیز. سوال من در مورد اتفاقی که هفته پیش برام افتاد. من درد شدیدی داشتم و اینکه دوستان به من گفتن که آقا مشروب بخوری خوب میشه، بعد من خوردم و هیچ اتفاقی رخ نداد، همچنان درد رو داشتم. بعد با همون حالت مستی و سر گرم بلند شدم رفتم دکتر، دکترم یکی از دوستای خانمم بود، بعدش کارهای دندونم انجام میداد. یه لحظه چشمم باز کردم، بعد دیدم صورتش خیلی نزدیک صورت منه، بعد فکر کردم خود منو ماچ کنه، بعد من ناخودآگاه خب سرم داغ بود دیگه، من ماچش کردم، بعد ماچش کردم و بعد یهو خودشو کشید کنار رو گفت آقا ما جان حالت خوبه؟ میدونی اصلا داری چی کار میکنی؟ بعد عذرخواهی کردم ازش، گفتم ببخشید توی تفاهم پیش اومده. بعد که کارهای دندونم انجام داده پانسمان کرده اومدم خونه، و بعد من یک جلسه دیگه باید برم شیبشنه خانم، و اینکه نمیدونم این مسئله رو قبلش با خانمم مطرح کنم یا برم پیش خانم دکتر باش صحبت کنم که بگم سوء تفاهم بوده، هیچ قصد و غرضی نبوده. بعد ایشون دوست همسر شما هستش، درست میگم؟ بله. مازیا جان مست آخه میری دندون پزشک؟ مست من تفسیر دوستام شد، میدونی گول خوردم. اتفاقا من این داستان رو شنیدم، برای کسی مست نکرده بود، بهش از این گازا داده بودن برای خنده و این کار رو کرد با یه خانومی کرد با دنتیستش. من این داستان قبلنم دندون پزشک بودم، ریسکای خیلی ماچت میکنم وسط کار. ولی خب یه عذرخواهی کرد، بعد گفت ناخواسته بود، مثلا میتونین یعنی یه چیز خواسته که نبودن، اگه ناخواسته بوده حقیقت این بوده میتونین بهشون بگین عذرخواهی بکنین تموم بشه بره. نه خب الان مازیار یه جایی بدی گیر کرده، چون این که بعد دوباره بره پیش دندون پزشکش ببینتش هیچی، ولی دوست خانومش هستش و خب بالاخره الان یه اتفاق عجیب غریبی افتاد، نباید به خانمش بگه، عذرخواهی با کی بکنه، از کجا بشه؟ بعد خانمش رو بشناسه، من نمیدونم رابطه ایشون با خانمشون چه جوریه، یعنی به خانمش نگه. به نظر شخصی من اینه که من اگه بودم میگفتم، ولی من تو رابطه نیستم، من نمیدونم بک‌گراند اون تو رابطه. که می‌خواستم بدونم رابطتون با همسرتون چطوره، اگه میتونید در این مورد مثلا باشون صحبت کنید، بگید آقا من با همسرتون صحبت بکنیم، بگیم من مثلا مشروب خورده بودم چون میترسیدم برم دندان پزشک، بعد اشتباهی ناخواسته لب ایشونو گرفتم بوس کردم ولی چون ناخواسته بوده، یعنی که واقعا حقیقت ناخواسته بوده، خب آدم اینو میتونه بفهمه. چی گفتی مازیار؟ گفتی چی؟ میگم نه تا اومدم که شما فکر میکنید فجیر نبود. آها خب اینجور که تو توضیح دادی ما فکر چیزمون رفت یه جای دیگه، خیلی رمانتیک تر قضیه رو دیدیم، ولی خب حالا هر اتفاقی افتاد الان آتش پرسید، تو میتونی مثلا به خانومت اینا بگی که من اشتباه کردم، مس کردم، اتفاق افتاد، یا مثلا چجوری یک میکنه؟
جان میخوام بهش بگم ولی نمیدونم چجوری سر صحبت باهاش باز کنم. خب همینجوری که اتفاق افتاده رو صحبت بکنه که من دوستان بهم گفتن داره میری دندان پزشک یه ذره مشروب بخور که زیاد درد احساس نکنه. من مشروب خوردم رفتم عشق احساس کردم. صورت خانم نزدیکم بود یه دفعه اشتباهی رفتم طرف بوسیدم بعد فهمیدم این ناخواسته بود. حالا چجوری درستش بکنم نمیدونم. عذرخواهی کردین از دندان پزشکم که بهشون گفتین که این ناخواسته بوده متاسفین این اتفاق افتاده؟ فکر کنم بازم از دست دادیم. مازی از دست دادیم؟ ببین یه چیزی که دارم فکر میکنم اگه عذرخواهی کردن از دندان پزشکشون و دندان پزشکشون هم گفته خواهی اشکالی نداره، یه چیزی میتونه یه اشتباهی بوده میتونه برطرف بشه. آره. خیلی ساده، آخر دنیا نیست، ولی اگه دندان پزشک ناراحتن شب بعد دندان پزشکشون رو عوض کنن. آره. اینم هست. این بعدش هم گفت این که مسئله رو چجوری مطرح بکنم خیلی مهمه به خانمش. این که فقط یعنی درست قضیه تقصیری توش نداشته، سهوًا بوده، ولی بالاخره کاریه که ایشون انجام داده، حالا چه سهوًا چه عمدن. من بودم نمیرفتم بگم تقصیر دوستان بود که من مشروب دادن، تقصیر اون بود که زیادی نزدیک من بود، تقصیر لبام بود که پرید جلو، من این اشتباه کردم. آره. دست من نبود، تقصیر آستینم بود، مخصوصا هم نخواستم این کارو بکنم ولی متوجهم که اشتباه کردم. به نظر میاد مازیار متوجهه که اشتباه کرده. دقیقاً منم اینو فهمیدم. فکر می‌کنی مثلا اول بهتر باشه با زنی صحبت بکنه بعد دوتایی برن با دندون پزشک صحبت بکنن؟ به نظر من خودش تنهایی این کارو بکنه بهتره، ولی مهمه که با خانمش هم صحبت کنه چون مطمئناً این صحبت باز میشه، شاید دندون پزشک به دوستش بگه، به خانمشون بگه، بهتره که ایشون بدونه، ولی دلیلی نداره با هم برن. اگه دوست دارن با هم برن چرا که نه، ولی من هیچ چیز خاصی نمیبینم که این بهتره یا اون بهتره، ولی عذرخواهی خیلی مهمه. اگه دوتایی با هم مست برن چی؟ ممکنه جای خطرناک برسه. اصولا اگر رابطهش با همسرش رابطه منطقی باشه فکر نکنم ممکنه همسرش دو دقیقه هم عصبانی بشه، ولی احتمالاً چیزی پس آخر دنیا نیست. آخر دنیا نیست. پس حرف آخر به مازیار بده چون قطع شد تلفنش. همین که اگه میتونن صحبت رو باز کنن با خانمشون، عذرخواهی بکنن از دندان پزشک، بهشون میگن من ناخواسته بود این عمل من، بعد مواظب مشروب خوردنشون هم باشن چون اگر باعث میشه که عکس العملی انجام بدن که ناخواسته است، به این قضیه هم باید توجه بکنن که شاید مشروب کمتر بخورن. مشروب کمتر بخورن. بعد اگر دندان پزشک خیلی ناراحته از این بابت شاید باید عوض بکنن دندان پزشک. می‌خواستم این سوال آخر بود که بپرسم که از اون طرفم اگه دندان پزشکش ناراحت شده باشه پس دیگه وظیفه آره صحبتو که باز بکنم، ولی اگه ناراحت نیستم میگن اشکال نداره دیگه این کارو نکنین، میتونیم دوباره برگردیم سر کارمون و هیچ مشکلی نیست دیگه. مشکلی نیست، ولی اگه مشکل هست دنده مشکلی که صحبت ها پیش میاد وقتی میخوادی صحبت ها با همسرش بکنه، ای کاش رو خط بود میتونستیم بپرسیم. بعضی وقتا وقتی یه رابطه توش یه سری از این مشکل ها قبلا پیش میاد، بی‌اعتمادی ها پیش میاد، وقتی همچین اتفاقی میفته که واقعا تقصیر طرفم نبوده، بیان کردنش ممکنه اون داستانا رو بیاره بالا. دقیقاً. اینم باید حواستون باشه اگه همچین بک‌گراندی دارین. که به نظر میاد مازیار کلا نباید مشروب بخوره. وقتی مخصوصاً شاید نه. مخصوصاً نزدیک آدمای دیگه میخواد بشه. مازیار جان خلاص مرسی، ممنونم که زنگ زدی و خوشحالم که زنگ زدی چون همچین تلفنی تو عمرمون نداشتیم. ولی مطمئنم کسای دیگه هم هستن میگن منم چند وقت پیش همین کارو مثلا نمیدونم. دیگه با کی میتونی این کارو بکنی؟ منم یه بار مشروب خورده بودم، یکی رو بوس کردم بعد زار رفتم نشستم. اشتباهی بود یعنی اون نمیخواست؟ نه اشتباهی نبود، کاملا خواسته، ولی انقدر مست بودم که خب پس پشیمونی چی شدی؟ خیلی سر دلش میخواد ولی میدونی که لحاظ اخلاقی نباید انجام بدی. خب ولی بعض وقت تحت تاثیر خیلی از مواد ممکنه یه سری از عملا رو که تو حالت عادی انجام نمیدی انجام این که میگن مستی و راستی اتفاقا چرنده. این حرف خیلی غلطه چون مشروب باعث میشه که جاجمنتت منطقت خراب شه. کارهایی بکنی که وقتی که عاقل باشی این کارا رو نمیکنی. پس مستی و راستی خیلی کار غلطیه، نکنی، مخصوصا وقتی دکتر میگه. بریم به پژمان. پژمان جان رو خطی، مرسی که زنگ زدی. امید و آتش هم اینجا روی صحنه. سلام صبح شما بخیر، ظهر شما نمیدونم که اونجا، ولی بخیر، خوب هستین؟ مرسی، مال تو هم شبت بخیر، بگو.
داستان من مثل همین تلفن آخرت مازیار یه ذره، ولی حالا یه ذره مدلش فرق میکنه. خب حالا من یه جور دیگه است، یعنی که من راستش شما زن و بچه دارم و خیلی دوست دارم و فکر میکنم ارتشون من خیلی دوست دارن، ولی متاسفانه با تلفن زنم رو گرفتم و یه کسی که اسمش هم سید نشده بود یه فیلمی براش فرستاد که هنر پیشش یکیش همون آقایه بود، یکیش همین زن من، و من نمیدونم آیا درسته که کانفرانت بکنم، نمیدونم چیکار کنم که کانفرانت بکنم بگم سنم. هنر پیشش خانمتون بود و یه آقای دیگه بود، فیلم داشتن میساختن؟ آره دیگه، چجوری بگم، فیلم خودشون بود. به نظر میاد فیلم سکسی بود؟ آره فیلم از قبل ساخته بودن، اون آقای فرستاده بود برایش و من نمیدونم اگه حالا تموم شده دیگه. راست شو بخواین من خودم برام نمیدونم، مثلا خودم فکر کنم بتونم باش کنار بیام اگه همه اینو تموم شده باشه. این فیلمو دیگه... این فیلمو پژمان جان تو اتفاقی پس بخوام بفهمم درست فهمیدی، تو تلفن خانومت تو یا پارتنر تو گرفتی، بعد اتفاقی توی تلفنش یه ویدیویی پیدا کردی که صحنه ای بود از پارتنر شما و یه آقای دیگه ای، درست دارم میگم که بله برابون برابین؟ بله بله بله. اوکی، چند وقت پیش این اتفاق افتاد و تو الان نگرداشتی تو خودت؟ فکرم یه 10 روزی میشه و راست شو بخواییم میگم اگه نگم چیزی دوباره شاید اتفاق بیفته، اگه کانفرانت بکنم از یه طرف دیگه خب وضعیت نمیدونم غیرت و همه این چیزا یه جوری میشه دیگه، اصلا نمیدونم، یعنی یه گوشیجه عجیبیه این وسط که معلوم نیست باید چی کار کنم، یعنی خودم نمیدونم، فکر نمی کنم. دمت گرم که به این راحتی زنگ زدی و داری این میگی و دنبال یه جوابی هستی. اول از همه مرسی، مرسی. حالا آتش ببین دارم فکر میکنم اون لحظه ای که این فیلم رو دیدن چه احساساتی داشتین. مطمئنن آسون نیست دیدن این فیلم و مطمئنا احساسات زیادی مثلا عصبانیت، گیج شدن، نمیدونم نگرانی برای رابطه، خیلی چیزا میتونه براتون پیش بیاد. نمیدونم با احساساتتون روبرو شدین اول از همه چیز، افکاراتتون، احساساتتون قبل از صحبت کردن با خانمتون و مثلا این دیدن این قضیه، نمیدونم رابطتون با خانمتون چطور هست، مثلا نزدیک با هم هستین نیستین، میتونی در موردش صحبت بکنین، اگر بهشون بگین مثلا واکنششون چطوری هست، اینا رو در نظر دارین؟ من همون رو راست بخواین با اول سوال اولتون جواب بدم، با احساسات خودم چجوری کنار اومدم. خب مثلا چه میدونم آدما، حالا بر فرض مثال دارم میگم، ان شاء الله برای شما هیچ وقت اتفاق نیفته، مثلا چه میدونم پدر مادر نزدیکترین کسشون رو از دست میدن و با این قضیه کنار میان، یعنی از اون بالاتر که نیستین. حالا مثلا یه اتفاقی هست واسه همین خودم کنار اومدن باهاشو میتونم یک راهی پیدا کنم، حالا دیدم 2 نفر میبینم با 4 نفر حرف میزنم خودم رو خالی میکنم، مال خودم رو فعلا گذاشتم کنار، فعلا مهمترین اینه که چیکار کنم با زندگیم و از یه طرف دیگه هم زنم و دوست دارم، هم زنم و دوست دارم، هم زندگیم و دوست دارم و نمیخوام از دستشون بدم. درسته. اگر به من میگفتید خودت حاضری چیکار کنی به نفسه، میگفتم مثلا نادیده بگیرم، انگار نه انگار همچین چیزی دارم، خودم باهاش دیل کنم کنار بیام. من خودم از این تعجب میکنم که تونسته پژمان خوش انقدر کنترل بکنه و الان داره روش خیلی منطقی فکر میکنه، این خودش جایزه میخواد، چون هر کسی بود از کوره در میاد. آره. خب پس قدم اول درست برداشته. آخه از کوره در رفتنش میشه در نتیجهشو دوست ندارم، از کوره رفتنش باید بهش بگم غلط درست و زندگی مثلا میپاشه. آره. واقعا نمیخوام این بپاشه، میخوام این کار رو کنم، زندگیمو نگهدارم. اوکی. ولی این داستانم تموم شه. ببین اگه نادیده بگیری بازم میتونه رو رابطت اثر منفی داشته باشه، نادیده بگیری صحبت در موردش نکنی بازم میتونه اثر منفی داشته باشه، چون توی ذهنت توی دلت همیشه این فیلم تو ذهنت خواهد بود. به نظر من صادقانه صحبت کردن که من اینو پیدا کردم، جریانشو میتونی به من بیشتر بگی، توضیح بدی چه اتفاقی داره میفته اینجا، به نظر من بهتر اینه. و اینکه همین هم بهشون بگه که من زندگیمو دوست دارم، میخوام زندگیمو نگه دارم با تو، ولی این یه ذره من اذیت کرده و میخوام در موردش صحبت بکنیم. شاید بعضی موقع ها توی رابطه ها که من کار میکنم با زوجای متفاوت، مثلا با یه آقای کار میکردم که رسید هتلش رو میذاش روی میز که خانمش پیدا کنه، که خانمش پیدا بکنه، چون میخواست
یکی پیداش بکنه که این کارو داره میکنه، ولی جرأتشو نداشت که بگه. خب بعضی موقع صحبت و باز کردن چیزای جدیدی رو پیدا خواهی کرد هر دوتون. امیدوارم مال من این نباشه، کیس من فرق کنه. منم امیدوارم این نباشه، امیدوارم این نباشه. خب ولی همینی که آتش گفت مهمه. آتش گفتش که باهاش صحبت بکنی، میتونی بگی که ببین من نمیخوام چیزی رو به هم بزنم، میخوام ببینم قضیه این داستان چیه که ما الان کجاییم، چون من میخوام ادامه بدم، میخوام رابطمون بهتر بشه، با هم بمونیم. برای همین اون وقت ممکنه چند راه میره دیگه، شاید باعث نزدیکی بیشتری بین دوتاتون بشه، چون در این درمیده یه چیز مهم با هم صحبت میکنه و به نظرم واکنش شما خیلی منطقیه. خیلی در نتیجه میتونیم صحبت با شما منطقیه، ولی اگه به خودش بگم دقیقا دارم مثلا دیگنیتی و همه چی رو میزنم زیر پا میرم، میگم که من میدونم همچیش. میدونین چه مثلا مثل اینه که شما برید چه میدونم به پارتنرت، به مامان یا بابات بگی که من دیدم تو از جیب من پول برداشتی، ولی میتونم باهاش کنار بیام. یعنی اون دیگه اون چیزه میگم دیگنیتیه دیگه، خاطرش خونده میشه. نه دیگه ببین تو خودتو کنترل کردی، برخورد خیلی مثلا غیر منطقی از اول داستان نشون ندادی، پس نشون میده که شعورشو داشتی که چجوری باش بخوای. برای همین مهمه که الان برخوردت دفعه اول که میخوای این قضیه رو صحبت بکنی منطقی و درست باشه. ولی آخ من یه کلمه شنیدم که برداشت من، یعنی برداشت من از جمله آخرشون یه چیز دیگه است، چون گفتی نمیخوام برم مدلی که حالا بعد غیرتی بازی در بیارم. آره. یه همچین کلمه گفتین تو کلمه غیرت نگران اینی که اشکال نداره. خب دیگنیتی و دقیقاً اون جایگاه اجتماعی که شما به عنوان شوهر این شخص الان باید عصبانی باشی، فکر می‌کنی اگر بدون عصبانیت اینو بیان بکنی و با منطق بخوای بیان بکنی، یه جورایی چه میدونم آبروی با آبروی خودت بازی کردی، برای خودت احترام قائل نبودی، یه همچین حسی به من منتقل شد. خیلی اون وسط زیاده. ببین به نظر من هم میاد که نگه داشتن این رابطه برای شما مهمتر از آبرو و دیگنیتیه. اگه این واقعی اینو واقعا ما داریم میشنویم، نوع صحبت کردن با خانمتون هم میتونه یه ذره متفاوت باشه، چون من اینو میشنوم که میخواین رابطتون رو نگه دارین و راهش وجود داره که رابطتون رو نگه دارین و شاید هم بتونین به هم نزدیکتر بشین وقتی بتونین با هم صادقانه تر باشین. بعد یه چیز دیگه هم هستش، اینه که بعضیا وقتی که توی رابطه تک همسری هستن ولی خارج از اون رابطه دنبال حالا چه عاطفه چه رابطه جنسی میگردن، ممکنه یه حس کمبودی یا یک نارضایتی از این رابطه داشته باشن که سعی میکنن یه جای دیگه جبرانش بکنن. اینم بد نیست بیان بکنیم. درسته. و در ضمن صحبت در مورد آینده وقتی واقعیه که همسرتون هم یه آینده‌ای رو بخوان، یعنی اون کیسی که آتش مثال زد این شاید یه چیزی شبیه اون، یعنی اینم تا صحبت نکنی نمیدونی. آره میتونه اصلا پژمان میتونه بپرسه که شاید راضی نیستی، شاید یه جورایی به من میخواستی اینو نشون بدی که مثلا دیگه ما تمومش بکنیم، ولی تا صحبت نکنه این چیزا مطرح نمیشه. به نظر من با این شاید زندگی کردن خیلی سخت‌تر از اینه که با نتیجه اون صحبت زندگی بکنه. تمومی. بعد من یه سوال دیگه هم دارم اگه دوست دارین جواب بدین. چی شد که یهو اینو توی گوشی شخصی، یعنی این شما مثلا من و پارتنرم پسورد گوشی همدیگه رو داریم، بعضی وقتا ما گوشی همدیگه استفاده میکنیم، شاید شما اینطوری باشه، یا شما دنبال چیزی میگشتین، حدسی زده بودین؟ نه همینجوری داشتم مثلا شما من گفتی اینو بفرست برای فلانی، من اومدم مثلا زدم که یه چیزی رو پیدا کنم تو واتساپ که بفرستم برای کسی دیگه، دنبال اسمش میگشتم دیدم و همین خیلی تصادفی زدم رو شاید. بعد مطمئنین که این ویدیو زمانی ضبط شده که همسر شما همسر شما بوده؟ شاید اصلا مال قبل از رابطه شما بوده. فکر میکنم آره راجب اون مطمئنم. آره هرچی هم بوده اون آدمه تازه فرستادتش، یعنی بازم باید صحبت کرد درباره قضیه. میدونی خیلی چیزا میتونه تغییر بکنه و تغییر سخته در هر صورت. نباید بترسه. یعنی واقعیتی که این اتفاق افتاده و شما هم دیدین، نمیدونم فکر کنم نادیده گرفتنش خیلی سخت‌تر باشه. پژمان جان بالاخره یه چیزیست که نمیتونی نه اون نه تو نادیده بگیرین و بذارینش مثلا انگار اتفاق نیفتاده. باید صحبت کنیم. به نظر من آدم منطقی میاد، چون برخورد
دو آتیشه بدی هم از اول داستان نداشتی تا الان هم سب کردیم ببینی چیکار باشه. بعد باش بشینی رو کراس قشنگ حرف بزنی منطقی با احترام. آره. به قول آتش یهو دیدی پس فردا همه چی خیلی هم بهتر شد. آره بد نیستش که حتی از این مشاورم کمک بگیرین. اگر نمیدونین چطوری میتونین احساساتتون رو تون لحظه صحبت من کلا از نوع برخورد پژمان ما این قضیه به نظر خیلی آدم خوشم اومد. آدم قوی خیلی قوی و منطقیه چون همه از اول دیو میترکن تبدیل میشن نه برای خب عصبانی هم هستن و حق دارن عصبانی باشن که عصبانی نخواهد بوده ناراحت باشه. درسته. امیدوارم بره صحبتشو بکنه و بهتر از این قضیه داستان بیاد بیرون. مرسی که زنگ زدی پژمان جان. راه تماس از طریق شما تلفن 201-268-94-076 برای ما در سیگنال و واتساپ و تلگرام یک پیام صوتی بذارین، سوال یا مشکلتون رو خیلی کوتاه مطرح کنید تا ما برای شرکت در برنامه آینده باهاتون تماس بگیریم. آرشیو برنامه رو هم میتونین توی تلگرام ما و یوتیوب دنبال کنید. نعیم جان رو خط داریم، صداتو میشنویم، لطفا سوالتو بپرس. ممنونم. الان صدای منو دارین؟ بله صدای عالیه. بله من نعیمه هستم، 37 سالمه، از آلمان تماس میگیرم و مجردم. به تازگی با یه آقا آشنا شدم که ایشون پزشک جراح من بودن، پزشک جراح بینی بودن و بعد از اینکه منو عمل کردم به من پیشنهاد دوستی دادن. درست. من با ایشون وارد رابطه شدم. الان حدودا یک ماه از این داستان میگذره، من با ایشون سفر رفتم و یه علاقه بین ما شکل گرفته و فهمیدم که ایشون متاسفانه زن دارن و خیلی به من دروغ گفتن. هم سنشون رو نزدیک به 20 سال به من دروغ گفتن، سنشون خیلی بالاتر بود و اینکه همسرشون رو پنهان کردن. چجوری فهمیدی که همسر دارن؟ من از طریق یکی از دوستانم ایشون رو تعقیب کردم و دیدن که ایشون با یه خانم توی خونه زندگی میکنن و چون آلمان معمولا یک وقتی یک اسم بزنن روی در یعنی که ایشون با خانمشون با هم توی خونه هستن. خب سوال ما اینه که واسه چی باهاش هستی اگه داری میگی دروغ بهت گفته، هم سنش، همین که اصلا زن داشته، مگه هنوز واسهش احساس خاصی داری، دوستش داری یا نه؟ دقیقا مشکل من همینه، من به ایشون علاقه دارم و وقتی که به ایشون گفتم که چرا به من دروغ گفتی، گفت من با خانمم مشکل دارم و میخوام جدا بشم. الان نمیدونم واقعا چطوری باید با این قضیه کنار بیام. منم داشتم همینو فکر میکردم، به خاطر اینکه بعضی موقعا میتونه داستان یه چیز دیگه باشه، مثلا یه نفر دیگه تعقیب کرده، یه چیز دیگه دیده، با کسی زندگی میکنه. یعنی باید با خودشون صحبت بکنین در این مورد که جریان چیه. بعضی ها مثلا جدا شدن ولی هنوز با هم زندگی میکنن، ولی مثلا در حال طلاقن ولی هنوز طلاق نگرفتن. میتونه اینم باشه، ولی اگر به تو دروغ گفته در مورد سنش، یعنی 20 سال سنش مثلا چی، مثلا میخواست با نسبت دروغ گفتن سنش چی بوده، میخواسته با سنش جدا بشه، معنی نمیده. یارو دروغ گفته دیگه، دروغگوه. بعدم این که میگن من با همسرم مشکل دارم تبدیل میشه به 5 سال واقعیه. بعضی وقتا آره، ولی خیلی وقتا هم میبینی نه، بن که طرف اینو هی جدام نمیشه، تبدیل میشه به یه رابطه پیچیده قرقاتی یه ساله، دو ساله، سه ساله، چهار ساله. اگه جدیه پس باید بره به همسرش بگه گفته. بعد مسئله هم که من دارم با صحبت کردن تو این کس، به نظر منم باید صحبت بکنیم، ولی کسی که تو موارد دیگه هم دروغ گفته چطوری میتونیم اعتماد بکنیم همه. که جواب این صحبت رو صادقانه بده و احساس میکنی مثلا تو این رابطه مثلا آینده‌ای وجود داره برای تو وقتی میدونی این شخص بهت دروغ میگه؟ تا حالا درباره، حالا که فهمیده تو هم میدونی داره خالی میبنده درباره خیلی چیزا، بهت چی گفته، میخواد چیکار کنه، قدم بعدیش چیه؟ من تا میام سر صحبت رو باز کنم صحبت رو عوض میکنه، میگه حالا من بهش میگم، حالا تو صبر کن، الان وضعیتم مساعد نیست. ببین یه کلمه علمی به تو دانشمندا به میگن سرکاری، طرف داره بازی میکنه، اشتباه میکنم یا دارم چی میگم؟ ببین به نظر منم اینطور میرسه، نمیتونم قضاوت کامل بکنم چون داستان کامل رو نمیدونم، ولی تصمیم آخر تصمیم خودته. چون اگه احساس میکنه یه نفر به از اول یه ماه، یعنی رابطه یه ماهه، اینقدر دروغ شنیدی، میخوای بازم سرمایه گذاری بکنی توی رابطه اینجوری یا میخوای مثلا
دنبال آدمی باشه که بیشتر صادق باشه باهات، یعنی ارزش اینو داره که با آدمی باشه که باهات صادق باشه. میتونه بهش یه التیمیتوم بده، بگه مثلا اوکی پس تا فلان وقت ما تعطیلیم، از اون به بعد باید با خانومت حرف بزنی اگه میخوایم واقعا این ادامه بدیم، این مثلا می 15 روزی است که با همدیگه صحبت بکنیم چون نقشات کشیدی و جدی گرفتی. میتونه این کارو بکنه؟ میتونه این کارو بکنه، ولی به نظر من نمیدونم، یه ماه وقتی توی در یه ماه خیلی مدت کوتاهیه، وقتی اینقدر دروغ بشنوی یه مقدار سخت اعتماد کردن. حالا التیمیتوم بدی اونم بگه اوکی، چجوری باور کنه که واقعی باشه. یه سوال دارم، تو مثلا سابقه ارتباطات دیگه چجوری بوده تا حالا؟ این اولین بار همچین اتفاقی میفته یا مثلا یه پترن داری کلن آدمای دروغگو رو به خود جذب میکنی که اینجوری هست؟ من فکر میکنم این پترن رو دارم و اکثر پارتنرها در واقع کسی که باشون وارد رابطه شدم پزشک بودن و شرایطشون مشابه بوده. اوکی. خب پس این جذابیتی که این شخص برای شما داره، شما گفتین بهش علاقه مند شدی نمیتونی جدا بشی یا اینا، پس فکر میکنی به خاطر اینکه شبیه یه قالبیه که شما میپسندی بهش علاقه دوباره دنبال همون قالب، شاید واقعا این شخص چیزی نیست، کسی نیستش که بهش علاقه پیدا کنی، شاید به اون تصویر ذهنی خودت علاقه داری، اینو پروژکت میکنی رو آدما، واسه همین موفق نبوده. من این کارو خیلی تو زندگیم کردم تا جایی که تراپیستم یقمو گرفت گفت تو داری این کارو میکنی. پس به نظر میاد اول از همه نعیمه باید با خودش حرف بزنه، با خودش حرف بزنه و وقتی وارد رابطه میشی شروع آهسته تری داشته باشی، سریع وارد قضیه نشی، بیشتر طرف تو بشناسی، احساس کنی که میتونی بهش اعتماد بکنی، بعدن رابطه رو رشد بدی بهش، نه اینکه از اون اول. به نظر من یه مقداری با سرعت این رابطه شروع شد و سفر رفتن، داغ بود از اول قضیه. آره. بعد فهمیده طرف 40 سالش نیست، 85 سالشه، 3 تام زن رو، 2 تا سیغه، 17 تام نبه و نتیجه. 67 سالش بود. 67 سالش بود. دایم جان. خوب مونده بودن. چی بوده؟ ببین هیچ مونده بودم، من متوجه نشدم. هیچ اشکالی نداره 67 جن خوبی، جن خوبی داره ولی چیزای دیگه‌اش ایراد داره. اینه که دروغگوه کلاً و داره کشش میده و بازی میکنه، ولی ممکنه این چیزی که آتش میگه این خودت باشی که اصلا نرمالی همچین چیزی میخوای همیشه بری و این و به نتیجه سوال کنی چرا؟ بعد بپرسی چرا از خودت. اگر چطور میتونم این آدما رو کنار بذارم؟ واقعا برام سخته. تراپیست. ببین تراپیست دقیقاً روی اتکا به نفست باید کار بکنی، باید یه نفر با یه نفر متخصص صحبت بکنید، بیشتر خودتو بشناسی و چرا وارد رابطه های اینطوری میشی. بعضی موقع ریشش پدرمونه، بعضی موقع ریشش مادرمونه، ریشه این قضیه رو پیدا بکنی. ولی چون پترنه، چون این اتفاق زیاد داره میافته، به خودت برمیگرده. یعنی ممکنه یه کمبودایی توی زندگیش داشته نعیمه که الان که داره جبران میکنه با یه چیز غلط. با یه چیز غلط. بعد یه چیز دیگه هم که من تجربه کردم و تراپیستم به هم یاد داد که بتونم پیدا کنم توی خودم، گفت تو وقتی برای رابطه هممون یه سری ارزش ها داریم بهش میگن ارزش، که اینا برامون مثلا یه شخص ایدئاله، گفت تو اینا رو تو ذهنت ساختی، روی آدما پروژکت میکنی، ولی اصلا باید پیدا بکنی که چرا اینا ارزشتن، بعد معنی اینا چیه. بعضی از این چیزا گفت انتظارهای غیر عقلانیه که تو داری از یه رابطه، اونا رو ببر بکش بیرون، یه ست ارزش عقلانی داشته باش واسه خودت، بعد بگرد ببین کیا واقعا اون ارزش ها رو دارن، به جای اینکه بگیم مثلا این ارزش هایی که من دوست دارم و معمولا دکترا دارن، پس شما به هر کی پزشک بود فوری جذب بشی فکر بکنی که اونا رو دارن، ولی همه پزشکا که یه آدم نیستن، پرسونال شاید یه حس مثلا سکیوریتی جیم شفرسی امنیت مالی یا اقتصادی تو قضیه است، خودش تو خودش بتونه، ولی هزینه عاطفی زیادی داره برای نعیمه، داره خوش اذیت میکنه. آره دقیقاً. تو آلمان هم هستی نعیمه جان، تو به نمیجی که آتش گفت باید وارد کار کردن روی این قضیه خودت باشی، کسی دیگه هم نه، درمان اینا رو قشنگ که ببینن از کجا این شروع شده، چون هی خودت دنبال همچین چیزی میری و این آینده درست حسابی هم نداره، بعد ببینی از کجا شروع شده، رو اون که متوجه بشی کار بکنی، اون وقت
یه پسر خیلی خوشتیپ 23 ساله روی اسب سفید تشریف میاره، بعد دیگه دیگه 23 ساله من شوگر مامیش میشم. آره خب دیگه همون سن سال خودت یه حرف ساله برمیگردینی بعد چیز کنی میگردون، ولی وجود داره چرا که نه تو آلمان. ولی خوشبختانه حداقل یه ماه اونقدر زمانی نیستش که روش بگیم انقدر سرمایه‌گذاری عاطفی و مالی و زمانی کردی که دیگه نمیشه زندگی تو از اول باید بسازی. الان موقع خوبیه که این سوالا رو دنبال جواب برش بگیری. خوب شد که زنگ زد. خیلی عالی بود. با امیدوارم این آقای دکترم که داره برنامه رو می‌بینه خجالت بکشه. که هم آفت جونه هم نامهربونه. تلفن بعدی چه کنم؟ تلفن بعدی اون جالبه. تلفن چی گفتی؟ یه شعری بود، هم نامهربونه هم آفت جونه هم با دیگرونه. اما چه کنم دوستش دارم. بریم با آقای به مستر زربین. اول توضیح بدم مستر زربین داستانش چیه بعد باش صحبت کنیم. چند وقت پیش توی تلگراممون که لطفا فالو بکنین یه پست گذاشتیم با یه عکس خانم راننده و گفتیم نظرتون درباره راننده خانم و آقا درسته. چیه؟ چون دیدی که آره. بحث خیلی بین المللی همیشه بوده که کی به کدوم بهترین راننده هان، زنها یا مردا، که به نظرم خیلی چیز عجیب غریبی این الان دربارش بخوایم صحبت بکنیم، ولی هنوز از اون چیزایی است که تو تمام کشورها به این داستان که میرسه دو تا گروه میشن، زنا یه چیزی میگن، مردا یه چیز دیگه میگن. آقای زربین یکی از کسایی بود که جواب داد و الان میخواد به ما توضیح بده بفرمایی. اون جوابش چیه و واسه چی اینو فکر میکنه. مرسی عالیه. مستر زربین لطفا بفرمایید. سلام، خسته نباشی، خیلی ممنون. ممنون از تو. بفرمایید. صحبت از راننده‌های زن و مرد بود. تو کجای این قضیه وایستادی و دلیلت چیه؟ خب ببینید اینو حالا دلیل یه سری برای خودم شخصیه، تجربه شخصیه، ولی چند تا فاکتور هست همه رو باید با هم در نظر بگیریم. ولی که آمار هم این نشون میده. ببینید یعنی همه اینا اکثرش تجربه نظر شخصی، ولی منطبق با یه سری آماری و آمار و تحقیقاتی که به دست اومده واقعا. خب از این حضورتون ببینید خانوم ها موقع رانندگی، اصل در واقع اعتقاد خود من اینه، خانوم ها تو روزمرگیشون معمولا کارهای بیشتری انجام میدن از مرد، چه قدیم چه امروز. مرد ها معمولا فقط یه دونه کار تخصصی انجام میدن. خانم‌ها اکثر کارهایی که در روز انجام میدن هم از آشپزی، دوخت و دوز، خرید، به رسیدگی به احوال خونه است، بچه هاست و همه با هم. موقع رانندگی؟ موقع رانندگی کسی قرمه سبزی خب درست نمی‌کنه. نه کلن در روزمرگیشون فکرشون جاهای متفاوتی هست، چون کلن خیلی کارهای مختلفی و در طول روز و هفته انجام میدن، فکرشون شلوغه همه جا هست. خب چون فکرشون شلوغه رانندگیشون بده، منظورتون اینه؟ ببینید همون وقتی یه خانم به واسطه روزمرگیش مجبور مالتی تسکین کنه، در واقع چند منظوره و به چند تا کار مختلف برسه، این طبیعیه. چه تو تحصیلات، تو هر رشته دیگه، تو هر فضای دیگه ای نمیتونی شما اگه 10 تا کار رو انجام میدی این 10 تاش هم پرفکت انجام بدی و به نحو احسن به قولین و به نتیجه برسونی. به همین واسطه یه خانم ذاتن خیلی هاشون واقعا نمیشه گفت همشون، خودشونو طوری تربیت میکنن که یه استراتژی داشته باشن که این کارا رو تا یه حد قابل تعبودی بتونن تحویل بدن، برسونن به نتیجه، ولی الزاما نه پرفکت. از طرفی میگم رانندگی یک چیزیه که واقعا باید پرفکت باشه، هم قوانینش دقیقه، هم حساسیتی که از لحاظ چه میدونم برخورد تصادفات به خاطر اشتباه پیچیدن، بی‌دقتی، پشت نگاه نکردن و و و. آمار نشون میده که تصادفات خانم ها با توجه به اینکه آقایون هم بیشتره، کسانی که هم بیشتر دارن رانندگی میکنن، هم مسافت های بیشتری رو میرن، هم ریسکی تر دارن رانندگی میکنن. با این حال آمار تصادفی که در واقع خانوم یه طرفش، حالا چه خانوم به خانوم زده یا یک آقا با خانوم تصادف کرده، براینده همه اینا نشون میده خانوم ها تصادف بیشتری کردن نسبت به مایلجی که تو رانندگی داشتن. باز یه فاکتور دیگه میگن تو تقاطع‌ها موقع تصمیم گیری و دور و بر رو دیدن بیشتر دچار اشتباه میشن. یک دلیلش مشکل نویگیشن خانم هاست، ولی بیشتر مواقع این داره ذکر میشه که میگه جسفتن به نسبت میانگین چون از آقایون کوچیک‌ترن و قدشون کوتاه‌تره،
تو اون دیدی که لازمه سر تقاطعات داشته باشن و بهتر عمل کنن، این مقدار دچار نقص میشه این اتفاق و آمار تصادفات صرفا به این دلایل بیشتره. مرسی آقای زربین جون، همین، خیلی هم ممنون. ممنونم که زنگ زدی. به احتمال خیلی زیاد جنگ جهانی چهارم الان زیر کامنت ها اتفاق میفته سر این قضیه، ولی خوب شد که صحبت کردیم در این قضیه. من خوشحالم که این صحبت و خوشحالم که خیلی صادقانه از کجا شروع کنیم گفتن نظر شخصی شونه. نظر شخصی شونه و خیلی محترمانه گفتن. حالا میتونیم از آمارا شروع بکنیم اگه در مورد آمار حرف زدن. من آمارای آمریکا رو گرفتم چون خب بالاخره 300 خورده میلیون جمعیت داره و تعداد راننده ها خیلی زیاده. در آمریکا 62% اینطورا از راننده ها مردن، 40% زنن. یعنی از نظر تعداد راننده ها مردا 1% کوچیکی از مثلا 3-4% از زنا بیشترن تعدادشون. تصادفا طبق تعداد مردا و زنا اگه مقایسه بکنی زنا تصادفای بیشتری میکنن از نظر مثلا حدود 4-5%، نه خیلی، تقریبا نزدیک همن، ولی مردا تعداد تصادفاشون یکم از زنا کمتره. ولی اینجا شروع میشه، تصادف داریم و تصادف داریم، درسته، تصادفی که راننده کشته شه یا یکی رو بکشه یا یه کار خرکی کرده باشه، مست بشه، با دوستاش مسابقه بده فلان اینا. تعداد تصادفایی که مردا کشته میشن یا یه بدبخت دیگه رو میکشن 94%. پس اگه بخوایم آمار مامار حساب بکنیم از اون قضیه، آره، یه با یه نمره کوچیکی تعداد تصادف زن ممکنه یکم بیشتر باشه، ولی اونایی که خیلی خطرناکه داره آدم هر روز میکشه مردان 94%. درسته. این آمار آمریکاش بود. واو. آره، من اول میخوام برسم به این قضیه مالتی تاسکینگ، چند تا کار رو همزمان انجام دادن. اولا که خیلی از آدما مخصوصا با دغدغه های الان خیلی چیزا تو ذهنشون هست. حالا اینکه یه نفر کارهای خونه رو بیشتر میکنه که باز اینم استریوتایپی که ما درست کردیم که زنه باید آشپزی کنه، خیاطی کنه، گلدوزی کنه، مرد باید رانندگی کنه، پول در بیاره و فلان و اینا، پشت فرمون که نشستن که قرمه سبزی درست نمیکنن، که حالا کارای آشپزخونه مونده باشه اون زگر هم بکنه دمش گرم، من دوستم یاد بگیرم. ولی این به نظر من همونطور گفتی نظر شخصیتونه، اینو بد نیست از چند تا خانم من بپرسیم، بگین شما وقتی واقعا داری رانندگی می‌کنی مالتی تاسکینگ می‌کنی، واسه همین نمیتونی تقاطع رو ببینی چون قدت هم کوتاه‌تره اینا. ولی اگه می‌پرسی لطفاً دور وایسا یکم، ممکنه ریاکشن خیلی جالبی نبینی اول. این موردش. دوم اینکه تعریف شما از رانندگی بهتر چیه؟ آخه رانندگی رو ما یه کار منتسب به مردان می‌دونیم که خیلی هم باید قوی باشه، سرعت بریم، لایی بکشیم، فلان، بیسار، قوانین رو خیلی بهش اهمیت ندیم. آره، این کارا رو معمولا خانوما نمی‌کنن چون یه مقدار منطقی‌تر رانندگی می‌کنن. یه دلیلش به خاطر همین فشاری که روشونه. دوماً این که وقتی ما یه استریوتایپی راه انداختیم توی جامعه که زنا رانندگیشون بدتر از مرداست، این ناخودآگاه استرس رو به اون قشر از جامعه وارد میکنه که الان من پشت فرمونم هر کاری بکنم میگن زن دیگه، یا مثلا اگه یه لحظه آدرس رو نتونم پیدا کنم نیش ترمز بزنم پشت سرم بوق میزنن اینا هم. خب و بعدش هم رانندگی یه مهارته که با تمرین به دست میاد. خود شما گفتین بیشترین تعداد بیشتر راننده ها توی ایران مردن. آمار آمریکا نشون داد که مردها بیشتر از نصف ساعتی زنها که پشت فرمون بودن و همین مایلیجی که خودش هم گفت مال مردها بیشتر. بعد آموزشی هم که به بچه‌ها میدیم همینه، از تینیجری به پسر بچه‌ها یاد میدیم که برن دنبال ماشین و ماشین بازی و ورزش‌های مثلا سرعتی بکنن و همشون دنبال فرمول 1 و اینان، ولی به دخترها یاد میدیم که برین همون مولتی تاسکینگاتون رو یاد بگیرین، یاد بگیری که هم قرمه سبزی بتونی بپزی هم فسنجون همزمان، وگرنه هویتت کلا میره زیر سوال و از این جور چیزا. خب طبیعتا یه قشری از جامعه اون شانسی که بقیه جامعه دارن برای یادگیری مهارت رانندگی رو نداره. اینم یه فاکتوره. مثلا عربستان سعودی که زنه اصلا نمیتونن رانندگی بکنن، خب اگه همون روز اول که قانونی شد مرد و زن کنار هم بزنی معلومه داستان چیه، ولی به خاطر چیز نیست، تجربه و اینا. یه مسئله دیگه هم که من جواب تخصصی براش دارم به خاطر اینکه حداقل چند تا واحد شهرسازی ما باید پاس میکردیم تو چیز استانداردهای خیابونا و تقاطعها و چراغ قرمزا و اینا طوری طراحی شده که تمام اون بازه برای یک قد خاص درست یا یه هیکل خاص درست نشده. برای یه بازه تو معمولا وقتی یه چیزی ما طراحی می‌کنیم که برای یه شخص خاص نیست،
قد یک انسان بالغ رو بین مثلا 150 سانتی متر تا مثلا 190 سانتی متر در نظر میگیریم و باید شرایط مخصوصا طراحی فضای عمومی باید طوری باشه که اینا رو در بر بگیره. درسته یه بخشی از جامعه قدشون بلندتره، یه بخشی هم کوتاه‌تره و تو جامعه هم به مشکل برمیخورن، ولی فضاهای باز برای اکثریت جامعه اصولا باید طراحی بشه. حالا ما معلولین رو در نظر نمیگیریم توی ایران تو طراحی و فلان، اینا خودش یه بحث دیگه است، ولی اینکه صرفا چون جسه کوچیک‌تری دارن تو تقاطع به مشکل برمیخورن، نه، شاید اون تجربه شما کسی بوده که یا راهی بوده که بلد نبوده، یا نمیخواسته خرکی رانندگی بکنه، یا میخواسته این قوانین رعایت بکنه، پس سرعت کمتر از اونی شده که میره توی میدون. اینا رو هم باید در نظر بگیریم. مستر زربین هم البته یه چیزی که الان تو گفتی و گفتی گفت یه چیزایش هم تجربه چیزای اجتماعی و اینا هم هستش، ولی علمی به قضیه بخوای نگاه بکنی بین مغز زن و مرد هیچ فرقی نیستش، و اگه بخواد حتی مردام اگه از بچگی قرار بود یادشون بدن مالتای تسک بکنن، همزمان قرمه سبزی درست بکنن، نمیدونم فسنجون با تو تدیگیش هم یادشون نره، اون مرد هم میتونست اون بری بشه. یعنی اینکه زن و مرد به خاطر جندرشون جنسیتش اولین باره نیست که میشنوم مرد و عصبانی هن به خاطر رانندگی زنان. اینو خیلی میشنوم در موردش و فکر نمی کنم اصلا ربطی به رانندگی زنا داشته باشه، چون خیلی شنیدم که مرد و عصبانی هن از زنها به خاطر رانندگی، عصبانی هستن از خیلی چیزای دیگه ولی بستگیش میدن به رانندگی، و شاید اصلا ربطی به رانندگی نداشته باشه، بیشتر ربط به عصبانیت از زنا باشه. بعضی موقعا ریشش میتونه این باشه که مثلا از مادرشون عصبانی هن، سر زنای راننده خالی میکنن، یا بعد روی این قضیه عصبانی بودن صحبت کرد. ولی یه چیز خوبی که گفتن، که گفتن ذهن شلوغ شر رانندگی رو بد میکنه، من با این موافقم. خوبه که ذهنمون خیلی شلوغ نباشه وقتی رانندگی میکنیم، حالا چه زن باشیم چه مردی باشیم، این حرف بدی نبود. ولی من فکر کنم باید ایشون به عصبانیت خودشون نگاه کنن که چرا احتیاج دارن عصبانی باشن از زنها به خاطر رانندگی، و این ریشش از کجا میاد. درسته، بس طرفت بفرمایید. الان یادم اومد، چون آمارها اتفاق نشون میدن زنها وقتی ماشین هم میخوان بخرن میرن دنبال ماشینی که امتره. درسته. و بنزین کمتر مصرف میکنه، کمربند بچهش بهتره. درسته. میرن دنبال چیزای محتاط‌تر، پسرها که میرن موتورسیکلت میگیرن، مثل موتور میگیرن و نمیدن ماشین. من فکر کنم قضیه عصبانیت با زن هاست. آره، یکم هم حسادت میتونه باشه، چون کلن یه کمی رفتن توی، یعنی زن وقتی رانندگیش خوبه بعضی از مردا چیز میشن خیلی. نه، ریاکشن فرهنگ مرد سالاری همینه. بعد یه مسئله دیگه هم هست، ما همه چیز رو داریم بهش جنسیت میدیم، رنگا زنونه مردونه است، کارا زنونه مردونه است، طرز صحبت کردن زنونه مردونه است، رانندگی رو هم برشیم زنونه مردونه کردیم. بعد یه چیزی که بد نیست به اینجور مواقع بهش فکر کنیم وقتی یه چیزی رو فقط به زن یا فقط به مرد نسبت میدیم، اینه که این هویت جنسیتی هم یه چیزی که ما ساختیم. خیلی از انسان‌ها توی این قالب زن و مرد قرار نمی‌گیرن، افرادی هستن که خودشونو جزء دو قطبی جنسیتی زن و مرد نمی‌دونن، خیلی از افراد ترنس هستن. مثلا اگر یه شخص ترنسی بعد از تطبیق جنسیتش دیگه بتونه زندگیشو با هویت جنسیتی زنانش زندگی بکنه، بعد از اون عمل رانندگیش بدتر میشه. یعنی وقتی بهش اینطوری فکر بکنیم میفهمیم که خیلی هم همه چیزو به زن و مرد منتسب کردن منطقی نیست. یه مقداریش از حالا همین دریوری‌ها همیشه از یه آخوند پشمالو شروع میشه، حالا تو هر مذهبی که باشه. بهش میشه فقط ازش پرسید این ریزنینگی که بهش رسیده رو از خانومی هم پرسیده که این ریزنینگ هست، یا فقط خودش به این نتیجه رسیده به جای خانم فکر کرده. شخصیه. و اگه آمار اون خانم الان رو صورت ایشون جاش مونده. باید بریم به تلفن بعدی بچه هم. مهمون این هفتمون یکی از محبوب‌ترین رپرهای ایرانیه، از سال 2007 تا الان 6 تا اگه اشتباه نکنم آلبوم داده بیرون، الان هم داره روی یه دبل آلبومش کار میکنه که فکرم تا چند هفته دیگه میخواد بیاد بیرون با ویدیو و سینگل از این حرف. عرفان پایدار یکی از بچه‌های بسیار خاکی و بیشیل پیله است که من 2 سال پیش فکرم آشنا باش شدم، و یکی از دوست داشتنی ترین رپرهای ایرانیه که الان رو خط تلفن با ماست. عرفان مرسی که این وقت رو به ما دادی، احتمالا پشت ماشین تو هم داری تون رانندگی میکنی.
دقیقاً فقط قرمه سبزی درست نکن لطفاً تان نرین قرمه سبزی هم درست میکنم همه کار میکنم کنم به سامان جان و بقیه بچه های ویس آف امریکا و همه شنونده و بیننده های برنامه مرسی سلام. امید و آتش هم اینجا دارن بای بای باید میکنن نمیدونم چقدر از این حرف تلفن قبلی شنیدی یا نه ولی نظرش تو چیه سر این قضیه من فکر میکنم یعنی همین داستان رانندگی و چیزای خانوما و آقایون آره من فکر میکنم هیچ که حالا بالا چی میاد توی جامعه از نظر حقوق شهروندی خب 100% همه برابرن ولی یه چیزایی هم هست که جنرالی ها خب ممکنه همیشه یه مردی باشه مثلا آشپزیش از خانوما بهتر باشه یه خانمی باشه رانندگیش از آقایون بهتر باشه ولی جنرال یه چیزایی به نظرم خانوما توی یه چیزایی بهتر هستن آقایون هم توی بهتر هستن این معنیش نیست که چیزی بدتری یا پایین‌تری یا بالاتری من این نظر من جواب خیلی دیپلماتیک خیلی دیپلماتیک خیلی از اون بچه‌های خاکی اتفاقا یکی از بالاخره ببینید موزیسین‌ها یه ایگویی دارن نمیدونم یه بعضیاشون میرن بالای منبر فیلسوف میشن از اینجا عرفان همون که میبینی همون هم همیشه بوده و خواهش میکنم هستی دیگه بعد اتفاقا با این که مثلا ژانرهای موزیکش رپ و ایناست خودش خیلی آدم خیلی توی زنه خیلی اهل مدیتیشن و خودش کار کردن ایناست همین یکی دو روز پیش ازت یه ویدیو دیدم رفته بودی میدونستم مثلا مدیتیت میکنی یا رو خودت کار میکنی به قول خودت جای دارک نمیخوای بری میخوای بالای قله خودت نگهداری یا تو کنترل باشی تجربت درباره این قورباغه بگو تجربه سایکدلیکی داشتم یعنی تجربه سایکدلیک چندین داشتم ولی خب یه دوتاش توی یه لول دیگه بود به قولی و خیلی سنگین تر بود عرفان جان برای بیننده هامون سایکدلیک یعنی روانگران استفاده از موادی که روان ما رو عوض می‌کنه سایکدلیک همه میدونن باید به صورت طبیعی چه غیر طبیعی والا این خب یه چیزیه که آدم بذاره صحبت کردنش سخته چون اصلا چیزی نیست که بخوام تشویق کنم کسی انجام بده یا نه و میتونه همینجوری که خیلی کمک بکنه میتونه خیلی خطرناک هم باشه اگه تحت شرایط درست نباشه یا یه کسی از نظر روحی روانی آمادگیشو نداشته باشه یا با جای اشتباه با آدم اشتباه انجام بده میتونه خیلی خطرناک باشه واسه همین خیلی محتاطانه راجعش صحبت میکنم ولی برای من به شخصه چیزی بود که خیلی روی زندگیم تاثیر مثبتی داشت خیلی عوض کرد زندگیمو یکی از بزرگترین کارهایی که میکنه اینه که یه ذره از توی جایی که هستی میای بیرون و دور و بریت اگه با کسی مشکل داشتی چون از پدر مادرت گرفته تا دوستات خیلی امپاتی بهت میده و خودتو میتونی بذاری توی جای اونا و از نقطه نظر بقیه ببینی چه خودتو چه زندگی اونا رو و خیلی بیشتر درک بکنی دور و بریاتو و برخورد رو روابط من با دور و بریام خیلی تاثیر مثبتی داشت و یکی همی حالا خیلی وقتا ممکنه یه شک و تردیدهایی راجع به قدم ها و مسیر زندگی آدم داشته باشه سر دوراهی گیر کرده باشی و خیلی یه حالتش را راه بهت نشون بده یعنی خودت از کسی جای دیگه که نمیاد که توی خودت ولی خب درست میگی توی موقعیت قرارت میده که بتونی حالا یه مدتیه که تو علم یعنی همونجوری که گفتی همه چی باید زیر نظر آره اینجوری نیست که مثلا خود آدم بره بکنه مورفین هم برای جراحی استفاده میشه آدم نمیره بیرون بزنه باید با دکتر و آدم ولی میدونم مثلا خیلی از روانپزشکا و روانکاوا اینا الان چندین ساله با مایکرودوس مثلا قارچ یا حتی ام دی ام ای و اینا دارن با پیشنتاشون کار میکنن و جوابای خوبی داده یعنی میگم دوباره اینو باید تو پرانتز بزنیم واسه این نیست که بزنن ملت برن تو کلاب و از این حرفا ولی همین چیزی که عرفان گفت برمیگردن رو خودشون کار میکنن یه آدم دیگه میان بیرون روی دیپرشن اینا خیلی کار کرده روی دیپرشن روی استراب روی حتی برای اعتیاد به موادهای مخدر کمک میکنه که مثلا اگه زیر نظر کسی روش کار بکنن میتونن حتی اعتیادو ترک کنن واو کاش که زودتر ولی باید زیر نظر باید زیر نظر آره عرفان هم همین رو داشت تو ویدیوش هم همین رو گفت و همین کارم دقیقا کرد برای این تبدیلی بسیار عالی ببین کلا حالا خیلی کام و کولی هستی چیه مثلا اگه یه چیزی زیر پوستت میره که روش کار میکنی چی هستش ببین یه چیزایی که خیلی مثلا تاثیرگذار هست اینه که حالت مدیتیشن هم شب هم صبح اینا خیلی تاثیر مثبت میذاره چون مدیتیشن شب
یکم به برنامه های صبحت فکر میکنی و به برنامه کاری که قرار بکنی و روند روز بعدت. و خب این از این استرس به طور کلی که آدم داره که فردا این کارو دارم اون کارو باید بکنم بهش میرسم، وقت کمه. مثلا تو زندگی خیلی، حالا آمریکا من زندگی میکنم، من اینجا رو میتونم بگم که خیلی آدم ها استرس دارن و بدو بدو دارن و این داستان ها. درسته. و اون صبحگاهیه باز کمک میکنه که همه کارهایی که توی اون طول روز رو باید انجام بدی رو به اصطلاح اولویت بندی کنی و دقیقا بدونی چه تایمی کارها رو انجام میدی و خیلی با ریلکس‌تر و راحت‌تر این کارا رو بهشون برسی توی روزت. در روزت سواک می‌کنه. دو تا کار بلاغم. چقدر روش وقت می‌ذاری؟ مثلا مدیتیشن شبت و صبحت مثلا چقدر وقت می‌گیره؟ چون این برای من مهمه. من تا دیر وقت کار می‌کنم، بعد دیگه میگم مثلا واقعا 20 دقیقه دیگه حوصله‌اش نرم، اشتباه می‌کنم، نمی‌کنم. بعد میرم تا 5 دقیقه. همون می‌خوام ببینم عرفان تو مثلا چقدر در شب و روزت گذاشتی روی این قضیه که خیلی هم میگه جواب داده. ببین واقعا بستگی داره، یه تایمای منم ممکن اصلا نرسم، ولی خب همچون که گفتن 5 دقیقه هم خوبه. ولی من شب و معمولا طولانی تر انجام میدم، حدود اگه بتونم 20 دقیقه نیم ساعت انجام میدم. چه عالی. صبح معمولا چون که بعد سریع برسم، حالا صبح زودم من بیدار میشم، همیشه حدود 5-6 صبح پا میشم، حدود مثلا یه کامبینیشن یوگا و مدیتیشنی که انجام میدم صبح حدود شاید یه روب باشه کلا با هم، یه روب سریع انجام میدم. چقدر عالی. چقدر عالی. خب تأثیر هم میذاره دیگه بچه، خیلی خوبیه. خیلی تأثیر داره. میدونم وقتت کمه، خود موزیک هم که توش تو شعر می نویسی و فعالی و اینا و درباره چیزای اجتماعی و سیاسی هم می نویسی، خود اینم یه نوع تراپیه. دقیقا. از کارهای جدیدت بگو، داری الان چیکار میکنی؟ گفتی که آلبوم جدیدت داره می میاد بیرون. آره من نمیدونم، یه انقلاب جالبی توم شد تو دید همین یه سال و نیم پیش که خیلی خیلی بیشتر اکتیف شدم و خیلی واقعا شبانه روز دارم روی موزیک کار میکنم. شاید چند سال بود اونقدر با دل و جون کار نمیکردم، یه داستانایی داشتم که باعث شده بود اینجوری بشه، ولی الان عوض شده و خیلی کار جدید نوشتم تو این یه سال و نیم گذشته که تبدیل شده، حالا یه سریش خارج از این دو آلبومه که در اصل یه آلبوم بود به اسم خورشید که چون ترک ها زیاد بود تصمیم گرفتم که دو تا بخش اینا رو بدم بیرون، که بخش اول آلبوم خورشید اسم طلوع داره که 10 می یا 21 اردیبهشت میاد و بخش دومش به اسم نیمروز حدود شاید مثلا 3 ماه بعد از اولی بیاد، دقیقا نمیدونم چه. بسیار عالی. یه گفتی یه موزیک، یه میوزیک ویدیو هم هست که داری میدی بیرون و خود سینگلش هم هست که چند روز قبل، درسته؟ آره یه دونه 5 می یه دونه آهنگ میاد، 10 می خود یعنی 16 اردیبهشت به اصطلاح آهنگ میاد سینگل، 21 اردیبهشت آلبوم و یه میوزیک ویدیو هم حدود 1 هفته بعدش برای یه آهنگ دیگه، یه آهنگی که توی آلبوم هست ولی خب با آلبوم میاد بیرون، اونا رو این تاریخ ها میدیم میشون. دمت گرم، مرسی، ممنونم. موزیکم همیشه از جایی میاد که وقتی که چیزی نداری بگی نمیگی دیگه، ولی یه موقعی که یه اتفاقاتی میفته میاد بیرون. عرفان هم زمانم انقلاب زن زندگی آزادی یادمه خیلی فعال بود، هممون خیلی شعالی. چیز بودیم، ولی یادمه که گاهی وقتی هم با هم دیگه تلفنی حرف میزدیم، فکر کنم اونم تراپی سشن بود واسه ما. ولی ادامه بده، کارت درسته و مرسی که اومدی تو برنامه، این چیزای خودت هم به ما شیر کردی، این مدیتیشن کار باید بکنه. منم خیلی خوشحالم از آشنایی با شما. آره. امیدوارم ما هم بتونیم مثل تو، من هم بتونم مثل تو زندگیمو رو روتین سالم بذارم. البته ما نیویورک هستیم، اون لس آنجلس، ما بیشتر باید زور بزنیم، ما کلا نوع زندگی ما اینجوریه. مرسی ما باید صبح زور شد. روز خوبی داشته باش. مرسی که وقت گذاشتی برامون. خوشحال شدم. اینم بگم در آخر که واقعا حواستون به دوربریاتون باشه، صحبت و راحت صحبت کردن رو دریغ نکنین، از خودتون دوربریاتون ما کمک میکنه دیگه، همین. مرسی، مرسی ارفان جان. حرف آخر، دراپ د مایک. مرسی، خدافظ. خدافظ. چه عالی. بچه خیلی کام و کولیه، زندگی نرمال خودشو داره، فوکسش هم اونجاست. آره. ولی چه یادآوری خوبی بود. من خودم صبحا همیشه مدیتیشن میکنم. هر روز صبح، یعنی بدون مدیتیشن نمیتونم زندگیمو شروع کنم. یعنی واقعا اینو یاد گرفتم و تاثیر خیلی مثبتی رو زندگیم گذاشته. ولی میخوام شبارم امتحان کنم. به خاطر حرف عرفان میخوام ببینم شبا قبل از خواب چرا نه.
پس این هفته هممون همون این کارو بکنیم هفته دیگه ببینیم چی میشه. من شب بچا تکس میدم بهتون میگم همین الان بشین سر مدیتیشن ببینیم چه نتیجه میرسه. تو بی کانتینیود. به پایان برنامه رسیدیم. یادتون نره میتونید از طریق شما تلفن 201-202-6894-076 در سیگنال و واتساپ و تلگرام پیام صوتی بذارین، مشکلتون رو بگین، ما همه پیام رو چک میکنیم و برای شرکت در برنامه آینده باهاتون تماس میگیریم. برای دیدن آرشیوهای برنامه میاتون نره تو تلگرام و یوتیوب میتونین ما رو دنبال کنین و پیدا بکنین. ممنون که با ما در برنامه اسفنج بودین. تمام تلفن‌ها خیلی عالی بود. از عرفان تشکر و بیشتر از همه از شما دوتا که هر هفته مثل دوتا سرباز میایین تو برنامه. امید و آتش. هفته دیگه شب بخیر. و یادتون نره اسفنج سوالی ممنون. سالو. به سلامت. چیز. صدای آمریکاست.